سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم هر جایی هستید شب و روز خوبی رو سپری کنید. ایمان خلج هستم، با قسمت اول فصل دوم کرونا در خدمتتونم. خب ما فصل دوم کرونا رو میخوایم با یه پروژه پیش ببریم، کلا دوره کرونا رو در کورس پلاتینوم به صورت پروژه پیش میبریم و همه مطالب رو روی همین پروژه با هم کار میکنیم، از متریال و نور. خب تو فصل اول یک فضای داخلی داریم، از سقف هایت کنم فضای داخلی رو ببینید. خب این یکی از صحنه های فکر میکنم آرک مدل آرک اینتریر بود اگه اشتباه نکنم، که خب من تغییرات کلی بهش دادم که شناخته نشه در واقع، یا یعنی اینکه کپی نباشه، چون که خب اگر یه چیزی کپی باشه ارزش پورتفولیویشو از دست میده دیگه. البته که در بحث آموزش خیلی مهم نیست، ولی خب من علاقه ندارم که کاری که برای بچه‌ها دارم انجام میدم در دوره چیزی که کپی و دقیقا صحنه کپی و آماده باشه. من به این صورت تغییر کلی بهش دادم، یعنی از نور، رنگ، تم و حتی موتور رندرش تغییر کرده. این صحنه برای ویری بود و من آوردمش روی کرونا. خب کاری که می‌خوایم تو این دوره بکنیم و تو کاری که می‌خوایم تو این فصل در واقع انجام بدیم اینه که این صحنه رو با هم کامل رندرینگش یاد بگیریم. تو این قسمت می‌خوایم با هم نورپردازیش رو شروع کنیم. خب برای نورپردازی این فصل من چیزی که در نظر گرفتم، احتمالاً خیلی از شما مثلا کارهایی رو می‌بینید توی تم‌های مثلا شرق اروپایی یا روسی، مثل اوکراین، مثل بلاروس، که یه استایل خاصی دارن تو نور و سایه هاشون، سایه های شارپی دارن، در این حال نور جوری نیستش که مثلا بگیم فضا سوخته. امروز میخوایم با هم دیگه این نور تقریبا شرق اروپایی رو کار کنیم و یاد بگیریم توی کرونا، ببینیم چه جوری میتونیم ایجادش کنیم. خب برای شروع دقت کنید، قالب این نورها اینجوری هستن که معمولا با یه اسکای حتی در میان. اگر شما بخواید سایه های جهتدار خاصی داشته باشید، میتونید یه نور دایرکت هم داشته باشید. حالا میتونه سام باشه، میتونه پلین باشه، میتونه فرضاً میگم یه اسفیر باشه. خب هر کدومشون یه مقدار سایه هاشون با اونی که متفاوته. مثلا اسفیر خب چون یه کره نوریه، جهت نور و جهت سایه ها ممکنه یه مقدار عوض بشه اگر اینکه با فاصله خیلی زیادی بذاریدش. سام که خب نورش موازیه و همه سایه ها در یک جهتن. پلین هم که خب ما متدش رو تقریبا توی سافت لایت ویری کار کردیم، میدونید چه جوریه. میتونید پلین رو دور بذارید، میتونید پلین اینجا نزدیک بذارید. خب ولی بیسشون همه چیز مشترکه. ما یه نور کلی کامل میخوایم برای فضا، یه نور انوایرمنت کامل میخوایم. میتونه این نور انوایرمنت مثلا HDRI باشه، میتونه اسکای باشه. ما میخوایم با ساده ترین متد پیش بریم. معمولا با اسکای جواب میده، یعنی ما 99 درصد کارمون حتی میتونیم مثلا HDRI نذاریم و اسکای بذاریم. در فضای داخلی، فضای خارجی موضوعش متفاوته، ولی فضای داخلی میتونیم به جای اینکه مثلا HDRI بذاریم اسکای بذاریم، نویز کمتری هم به ما میده توی رندرینگ. خب بریم با هم شروع کنیم نورپردازی کردن. خب من بیام توی این کامیرا، اوکی، یک متریال اوورراید سفیدم بدم و خب اوورراید میدم و پنجره ها رو اکسکلود میکنم. خب خب من پنجره ها رو اکسکلود کردم، نمیدونم حالا همشون اکسکلود شدن یا نه، 5 تا آبجکت اکسکلود شدن، فکر کنم درست باشه. خب بعد تست بگیریم، چون که الان هیچ نوری توی فضا نداریم. من یک نور بذارم اینجا، خود فقط یه سینگل مپ رو میذارم اینجا، خودش رنگش سفیده، فقط میخوام ببینم که اکسکلودم درست انجام شده یا نه. خب تصویر ما هنوز سیاهه. من یه کاری که باید بکنم ببینم که آیا کلن نور نداریم یا اینکه چون نورمون کمه اینطوریه. خب یه نوری اینجا گوشه داریم. آها یه مشکل دیگه ای که داریم
اینه که ما شیشه ها رو اکسکلود کردیم مشخصه، ولی پشت پنجره ما لایت پورتال بوده که خب لایت پورتال ها الان متریال اوورراید روشون اومده. خب من لایت پورتال رو هم اکسکلود کنم از نورمون، از متریال اوورایدمون. خب هفته آبجکت اکسکلود شده. خب الان باید درست باشه. خب میبینید که درسته، پنجره های ما الان درست اکسکلود شدن. خب با هم نور پردازی رو شروع کنیم. برای شروع من اینجا، خب اینو خاموشش کنم، این توی سن توی سینگل مپ اینجا یه اسکای میدم، کرونا اسکای. خب میبینید که نور سردی داره که خب طبیعتاً باید اینطور باشه چون که آسمون ما آبیه. خب من اینو درگش میکنم یه اسلات توی متریال ادیتورم، میذارمش جای همین اسکای قبلی که داشتیم. خب اینجا اینستنسش میکنم. خب مشخصه که اسکای ما تم آبی داره. یکی از نکاتی که توی این تم باید رعایت کنیم اینه که نور ما همیشه سفیده، نور ما آبی یا زرد نیستش، مگر اینکه با یک نوری دیگه مثل سان بیایم یه نور زرد اگه خواستیم اضافه کنیم، ولی بیس اسکای ما سفیده تو کارهای شرق اروپا. خب من میخوام بیام این رنگا رو تغییر بدم. در حالت اول که تغییر نمیکنه، فیکس نه. الان میام مود آسمونم رو عوض میکنم، میذارم روی راو فیک. خب حالا میام رنگا رو عوض میکنم، اینا رو خاکستری میکنم، اینجا هم خاکستری میکنم. خب دقت کنید الان نور ما کامل سفید شد. خب حالا بریم سراغ یه نکته خیلی مهمی که توی این کارا باید ما حتما رعایت کنیم. ببینید اسکای وقتی شما میدید هم گراندش یه رنگی داره و هم اسکایش. این باعث میشه که شما هم از گراندتون نور بیاد هم از اسکایتون، و اینجوری این دایرکت خیلی زیادی داره، یعنی از گراندتون نور به سمت پایین به سمت بالا میاد و از اسکای هم که نور از بالا به سمت پایین میاد، کل فضای ما رو روشن میکنه و سایه های ما رو پر میکنه. ما میخوایم این موضوع رو جلوش رو بگیریم، نمیخوایم گراندمون نور داشته باشه. اولین کاری که من میکنم میام گراند رو مشکی میکنم. خب گراند من الان سیاه شد کامل. میام خط افق هم بلرش رو بر میدارم، میگم هیچ بلری نداشته باشه. خب اگه بخوایم اسکای رو ببینیمش، چون الان ما یک صفحه پشت پنجرمون گذاشتیم که تصویر داره، من این صفحه رو هایدش کنم. اسکای دیده بشه، حتما اون صفحه نور نمی گرفتش، هم خواستم خود اسکای دیده بشه. خب نکته بعدی این قسمته، بحث زنیت کالر و هورایزن کالر. خب من میام زنیت کالرم رو سیاه میکنم، خب دقت کنید الان سایه های ما خیلی مشخص تره، نورم فقط داره از سمت بالا میادش. یه نکته هست اینجا، این بلر لبه هاست، من این بلر لبه ها رو میخوام کم کنم. خب یه مقدار شدت اسکایم رو زیادتر میکنم. بازم بیشتر. خب الان اگه دقت کنیم ما لبه سایه های خیلی خوبی داریم توی آبجکت ها و محیطمون. یه مقدار شدت نورمون کمه، یه مقدار ایویو بیشتر میکنم.
روشناییمون یه مقدار کم. حالا من میخوام یه سان اضافه کنم توی فضا. فعلا نورم خوبه، سایه های خوبی هم دارم. دقت کنید همینجا سایه های خوبی دارم، همینجا. ولی میخوام یه سان اضافه کنم که سایه هام جهت مشخص تری داشته باشه. حالا ما هم این جهت سایه داریم، همین جهت. یعنی از دو تا پنجرهمون داره نور میاد. یه مقدار هم سوختگی داریم اینجا که میتونیم با این آپشن کمش کنیم. هایلایت کامپرس رو زیاد میکنم یه مقدار. سرم رو 2.5 بودیدم. خب سوختگی همون گرفته شد. حالا من میام یه سان اضافه میکنم توی فاز. دقت کنید گاهی اوقات ممکن نورپردازی ما بعد از متریال تغییر کنه، که معمولا به صورت کم و زیاد کردن کنتراست و کم و زیاد کردن ایوی، یعنی شدت نور ما تغییر میکنه. کلیت نور ما هیچ وقت تغییر نمیکنه، جهت سایه هامون همونی که هست میمونه. خب من میام یه کرونا سان اینجا اضافه میکنم، میارمش بالا. نکته ای که هستش، من چون قبلا تو این فایل سان داشتم، سانی که میذارم با همون تنظیماتی که سان قبلی بود گذاشته میشه. سان دیفالت اینجا فکر میکنم یکه و اینجا هم یکه و اینجا هم روی ریالستیکه. خب این سانیه که سان دیفالته، من این سان دیفالتش کردم که با هم تغییرش انجام بدیم. اولین کاری که همیشه میکنیم توی این متد نورپردازی، نورمون رو سفید میکنیم. با نور ریالستیک کار نمیکنیم، چون نور ریالستیک به ارتفاع سان حساسه. مثلا الان ارتفاع ما تقریبا شاید ساعت 10-11 ظهر باشه، نورش یه مقدار زردتره. هر چقدر به غروب نزدیک بشه زردتر میشه، هر چقدر که به بالا بیاد عمودی تر بشه نورش سفیدتر میشه. ولی ما مستقیم نور سفید میخوایم. پس اولین کاری که میکنیم نورش سفید میکنیم. دوباره میکنیم که سان معمولا شدتش زیاده، بعد شدتش رو کم کنیم. من شدتش رو کم میکنم، میزنم روی 1/10. نکته بعدی اینه که لبه خیلی تیزی داره الان سایه ما. ما باید این لبه تیزی رو کم کنیم. حالا اینکه چه مقدار کم کنیم، من میرم تو کامرا. خب الان لبه سایه های ما اینجا مشخصه. ببین ما لبه ما همه سایه هامون خیلی مشخصه. ما میخوایم سایه خیلی فید و نرم باشه. دقت کنید نور ما هم چقدر تغییر کرد. مگه سانو خاموش کنن؟ اینی که قشنگ نور ما تغییر میکنه و فضامون روشن‌تر میشه. خب من یه مقدار اینو اول ارتفاع سانو یه مقدار بیشتر کنم. فکر میکنم سانمون خب من یه مقدار جهتش رو عمودتر میکنم. خب یه مقدار نسبت به پنجرمون عمودترش میکنم که سایه ها جلوتر بیفتن. خیلی خب الان بهتره. خب نکته بعدی اینه که من نمیخوام خیلی مشخص بشه که به صورت واضح سان توی فضام دارم، و اینکه میخوام اون سانه به عنوان آپشنی باشه که نور منو کنترل کنه. خب من میام چیکار میکنم؟ میام سان سایزمو خیلی زیاد میکنم، جوری که از حال طبیعی یه مقدار بیشتر میشه. مثلا میذارمش روی 30. خب دقت کنید چقدر لبه سایه های ما فیچ شد. در این حال ما سایه های خوب و شارپ و پرنوری هم داریم. یه اپسیلون سوختگی اینجا ها میبینیم که خب این سوختگی ها بعدا توی متریال وقتی ما این دایرکتمون کم بشه اونا هم کم میشن. مثلا ما توی این کار دیوارهامون رنگش نسبتا تیره است، کفمون رنگش تیره است، خب این دایرکت ها وقتی حذف بشه سوختگی ها هم طبیعتا کم میشه. موقعی که روی متد کلی دارین، در واقع روی حالت سفید دارین نور پردازی میکنین، کمتر نگران سوختگی ها باشید. یعنی اول برگردونید، بعد برید روی متریال یه مقدار یا رنگ کلی فضا رو حداقل مشخص کنید. مثلا کفتون یه رنگ تیره بدید، دیوارا رو رنگی که حدودا میخواین رو بدین، فقط رنگشون یعنی حتما متریال باشه. آپشن های بزرگی که دارید مثل سقف، دیوار، کف، و اگه بهش اون رنگ کلی که میخواین رو بدید، بخشی از سوختگی ها ممکنه برطرف بشه، یا اینکه نورتون یه مقدار تغییر کنه این دایرکت ها، چون ممکنه حذف بشن. البته ما در ادامه یه روشی هم کار میکنیم که
بخشی از این دایرکتور رو حذف کنیم و سایه های تیره تری داشته باشیم. خب من یه دور توی فضا بزنم. خب به نظرم کلیتش خوبه، یعنی ما قسمت های خیلی تاریک نداریم. یه مقدار فکر میکنم بعد با اسکایمون هنوز کار کنیم تا سایه های تیزتری داشته باشیم. من شدت اسکای از اینجا کم میکنم. خب اینجا رو زیاد میکنم. الان بهتره به نظرم. ما اومدم جهت سایه ها ما عوض کردم اینجا. دقت کنید اسکای ما یه گراند داره، یه دونه قسمت وسطش رو داریم، یکی هم قسمت بالا که عمق بیشتر نور ما قسمت بالا. من قسمت بالا رو الان تیره کردم، فقط گفتم قسمت وسط یا هم هوریزونمون خط افقمون فقط نور داشته باشه. خوبه، این به نظرم بهتره، چون که ما وقتی که از بالا هم نور داریم و رو به رو هم نور داریم بخشی از سایه های ما اینجا پر میشن، ولی الان فقط ما قسمت از رو به رو نور داریم، یعنی تو خط افقمون فقط نور داریم، زمینمون سیاهه. اگه دقت کنید نمیدونم زمین اینجا میتونید ببینید نه، این قسمتی که خط سیاه افتاده به پایین تیره است اینجا زمین یا گراند ماه. اینجا خط افق که من بلرش رو کامل بستم برای اینکه میخوام لبه سایه هم خیلی تیز باشه. شما هر جایی که بلر داشته باشید اونجا شروع میکنید لبه سایه ها محو شدن. خب به نظرم الان خوبه. یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که الان لایت میکسمون رو جنریت کنیم. تا توی لایت میکس هم آپشن های نوریمون داشته باشیم. من همه نورامو خاموش کردم جز سانم و انوایرمنتم. خب یه مقدار من انوایرمنتمو بیشتر میکنم. خب خوبه. یه کوچولو هم سانمو بیشتر میکنم. خب الان فکر می‌کنم نور بهتری داشته باشیم. گفتم اصلا نگران این سوختگی ها نباشید فعلا. خب من ببینم پشت کارمون چطوریه. خب حالا اینجا نکته توجه کنید. ببینید من اول اومدم نورم از کل اسکایم گرفتم. خب من بذار برگردم اینجا این صحنه رو به شما نشون بدم، چون این لبه سایه ها خیلی مهمه. خیلی بچه ها از من میپرسن که این سایه ها چجوری به وجود میاد، چرا ما تو کارمون سایه هامون دیده نمیشه، چرا ما سایه نداریم. تقریبا فکر کنم هر کاری که من میزنم این موضوع پیش میاد توش. اینجا دقیقا همون موضوعی که گفتم. ببینید ما یه زنیت کالر داشتیم یه هوریزون کالر داشتیم. من اول اومدم از جفت اینا نور گرفتم، بعد هوریزون کالر رو بستم، یعنی گفتم از خط افق نور نگیره فقط از بالا نور بگیره، از گنبد آسمانمون نور بگیره. اتفاقی که افتاد این سایه ها
دیده نمی شدن. چرا؟ چون که ما از نورمون خیلی از بالا می اومد و نوری که به این قسمت می رسید عموما نور این دایرکت بود، نور دایرکتمون نبودش. وقتی ما نور دایرکت نداشته باشیم سایه نداریم، چون این دایرکت از همه جهت میاد و سایه هامون رو پر میکنه. کاری که من کردم تو مرحله دوم اومدم برعکسش کردم، اومدم گفتم بذار هوریزونمون نور داشته باشه، زنیتمون نور نداشته باشه. اگه من اینو دوباره برعکسش کنم اینجا رو ببینید، این کل سایه های من از بین رفت. من اینجا سایه ای ندارم، سایه هم خیلی خیلی فیده. ولی موقعی که اینو زیادش میکنم، سفیدش میکنم و اینو میام کمش میکنم، ببین حالا من سایه های خیلی خیلی مشخصی دارم. در واقع این قسمت خودشو برای ما اینجا نشون میده. یعنی من اگه اینو زیادش کنم وقتی هوریزون کالر رو داشته باشم سفید باشه، اینو ببینیم، سایه ها رو ببینید. وقتی من بخوام اینو بهتون نشون بدم دقیقا کجا برای ما کار میکنه، این عمده خودشو این جلو نشون میده، چون نور بالاتر از، یعنی ارتفاع نور بالاتر از ارتفاع خط افقمونه. ببینید من اینو ببندمش، اینجاها رو ببینید، اینجا ها شروع میکنم پر نور تر شدن. میبینید رنگش رو قرمز کردم که شما بهتر ببینید. هورایزن کالر ما میشه این قسمت روبرو. هورایزن کالر اگه من قرمزش کنم، ببینید قسمت روبروی ما شروع کرد قرمز شدن. اینو برش کردیم به سفید. من از کامرا بیام بیرون ببینم اینجا میتونیم زنیت کالر رو ببینیمش. ببینید زنیت کالر کجاست، چقدر بالاست. این هم که خب خود سانه. خب من این سانه رو، نمی سانی که داریم میبینیمش، سانی که به واسطه این سان ایجاد شده یا سان خود اسکایی که دیده میشه. آره این سانی بود که اینجا داشتیمش. خب من اینویزیبلش کردم. خب در مورد زنیت کالر توجه کنید، زنیت کالر چه ارتفاعی داره، چقدر بالاست. زنیت کالر شاید توی کار اکستریور وقتی داریم از اسکای استفاده میکنیم خیلی بیشتر به دردمون بخوره، ولی توی فضای داخلی قسمت جلوی که نزدیک پنجره هست رو روشن میکنه. ولی هوریزون کالر قسمتیه که قسمت پایین خط و افق تا زیر زنیت کالر میشه. در واقع این مرز بین اینا رو من بلرش رو بستم که هیچ بلری نداشته باشه. حالا اینجا دقت کنید، من اینو قرمز بدم و اینو مشکیش کنم. هوریزون کالر ما دقیقا میفته روبروی ما، از زنیت کالرمون اینجا بسته میشه که بالای بالا باشه. خب من سفیدش میکنم و میرم تو کمره. خیلی خوب، خیلی ساده ما تونستیم این کار نور پردازی کنیم. من یه جنبندی داشته باشم روی نور پردازی این کار. خب ما برای نور پردازی این کار دو تا آپشن نیاز داشتیم، یک نور انوایرمنت، دو یک نور سان. نور سان در واقع این قسمت ها رو به ما داره کمک میکنه که ما لبه سایه های مشخصی داشته باشیم. نور اسکای و نور انوایرمنتمون میاد این قسمت رو به ما کمک میکنه. این پشت ببینید
نور اسکای ما تاثیرش اینجا داره خودش نشون میده. تکنیک ایپان تو این کار یاد گرفتیم بحث استفاده درست از اسکای برای ایجاد سایه است. شاید خیلیاتون فکر کنید خب اسکای سایه درست ما نمیده، که این غلطه. ببینید ما به این شیوه میتونیم سایه خیلی خیلی خوبی ازش بگیریم از اسکایمون. جنبندی بخوام بکنم اینه که ما با یک نور اسکای اومدیم یک مقدار از سایه هامون رو ایجاد کردیم و با یک نورسان اومدیم یک اسپات روشن درست کردیم که نورمون ریالیستیک تر به نظر برسه و جذاب تر در عینال هنری تر باشه. دقت کنید اگه من اسکای رو خاموش کنم انگار نورمون چیزی کم داره، انگار اون سایه هایی که میخوایم هنوز بعضی جاها مثلا قسمتی که نزدیک به پنجره های ما هست خوب نشده. چرا؟ چون ما خط افقمون نور داره، خط افق داره نور مستقیم میده به انتهای کار ما. قسمت های جلوی ما الان به همون اندازه سایه داره که قسمت های عقبمون داره، که خب این درست نیست. وقتی نزدیک منبع نوری هستیم باید نورمون بیشتر باشه. خب من سانو روشنش میکنم تو حالا ببینید چقدر نور ما اینجا فرق میکنه شرایطش. نزدیک پنجره های ما قشنگ روی زمین ما نور زیادمون رو داریم. حالا شما اگه سانتون زیاد بشه میتونید کمش کنید، مثلا اگه اینجا احساس میکنید که شاید خیلی زیادی به نظر میرسه که ما توی کارمون سان داریم، یعنی که زیادی روشن نزدیک منبع نور، میتونید راحتی کمش کنید مثلا اینجا باشه. من چون فکر میکنم که موقعی که متریال های تیرمو بذارم دیگه این با این شدت اون روشنایی کافی که میخوام نداره، به نظرم 5 بهتره. این بحث تجربه است. من احساس میکنم الان اگه باشه با اینکه اینجا به نظر زیاده ولی موقعی که متریال ها بیان کمتر حس میشه. خب پس سان و اسکای یاد گرفتیم چطوری نور پردازی کنیم جوری که هم سایه های خیلی قوی داشته باشیم، هم مشخص نباشه که ما ترکیبمون سان و اسکای داره، یعنی نورمون انگار از همه جهت یه نور دایرکت خوبی داریم در این حال که اینجوری نیست، اصلا ما فقط یه اسکای داریم. خب امیدوارم لذت برده باشید از این آموزش. من رندری یه مقدار بزرگتر کنم که ببینیدش. امیدوارم لذت برده باشین از این آموزش و این تکنیک رو خوب یاد بگیرین. خیلی تکنیک مهمیه، خیلی هم کمک میکنه که کار خوب و قشنگ و شاخی به قول معروف داشته باشید. تکنیک خیلی خوبیه، شاید هر جایی هم پیداش نکنید این تکنیک رو و هر جایی بتونید نگن، شاید با روش های خیلی سخت‌تر این کار رو انجام بدن، ولی به نظرم با یه روش خیلی ساده میشه اینجوری سایه ها و نور خیلی خوبی داشت که به سبک اصطلاحاً شرق اروپا باشه. خب تا قسمت بعدی و بحث متریال ها شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون.